خب سلام به همه دوستان عزیز. هم ببینیم این دانشگاه خیلی شلوغ پلوغه، همه اومدن نشستن چون که روز امتحانه و اینکه همه برنامه‌ریزی داخل سایت چک بکنن که کدوم کلاسن بعد برای امتحان دیگه. امروز یه امتحان داریم، فردا هم یه امتحان دیگه، بعد با امید خدا تموم میشه. آخه اینجا نه که چقدر جالبه، اینا دیگه جارو نمیزنن، اینا جارو نمیزنن، اینا این طریقی چیز میکنن، برگا رو با این دستگاه این برن خاک میندازن. خیلی مسخره است به نظر من. چیزایی هم که باید برای مثلا بیاری لازمه موقع امتحان، بذاری نشونتون بدم چیه. من توی یه کیف کوچولو هم آوردم به خاطر اینکه گفتم کیف بزرگم رو نگرم، بذاری نشونتون بدم. چیزی که باید بیاری موقع امتحان باید داشته باشی پاسپورتته، اگه پاسپورت نباشه اصلا نمیتونی امتحان بدی. دوم هم کارت دانشجویی، چیزی که باید کارت دانشجویی هم داشته باشی. دیگه همین دیگه. خب بچه ها من کلاسمو پیدا کردم، اتاق 205 ایم. الان همه اینجا منتظرن که یک رو بگی تقریبا امتحان شروع میشه. خیلی استرس ندارم، زدی زده مثلا رایتینگش برام بزنه سخت، لیسنینگش، ولی بقیش اوکیه. بعد دیگه الان منتظریم که ساعت بشه یه رو به نو پاسپورتامون رو چک بکنم. وقتی پاسپورتامون رو چک کردن میان داخل اتاق امتحان اون رو میدی. فکر فقط 2 ساعت مهلت داریم، بعد دیگه هم تموم میشه. یه فردا جوابش میاد دیگه. دعا کنی که امتحان هم خوب بدم. بچه ها همین چند دقیقه پیش اینجا به اتنا شما کنی چقدر شلوغ شد دیگه. نزدیک امتحان همه جا دور شلوغ شد. بچه این خانم معلم اسمها رو یاد داشت کنه، پاسپورت ها رو چک میکنه، میگه کجا بشینی. من دیگه برم دیگه، وای نه من ترس میمیرم. فعلا خدافظ. چون افغانستان افغانستان جمهوری افغانستان چه با مزه، من هم خواستم افغانستان نایده بودم. علی یس اوکی. علی سویچ آف اینجا باید اسمم رو بنویسم. امتحان تموم شد، اسمم رو بنویسم. بای بای. خب بچه امتحانم تموم شد، دارم میرم و بد نبود، خوب بود. دیگه پاشم دیگه برم سره که ارفا منتظرمه. خب بچه ها الان فردای همون روزه، من امتحان اولمو دادم، خدا رو شکر بد نبود، خوب بود، ولی کمی سخت بود، ولی دیگه دادم دیگه. من آدمی نیستم که اصلا استرس داشته باشم یعنی که وای چی شد، ولی دیگه دادم تموم شد رفت دیگه. الانم میخوام برم امتحان بعدی رو بدم، آخرین امتحانه و امیدوارم که خوب بشه، همه چی خوب پیش بره و دیگه همین دیگه. امیدوارم که شما هم اگه دارین این ویلاگو نگاه میکنین روز و شب خوبی شروع کرده باشه در کنار خانوادتون. من دیگه برم حسابی دیرم. خب بچه ها من امروز امتحان دارم، اگه امتحان داشت ولی اگه امتحان زود تموم شد من خودم رو رسوندم دانشگاه که با هم یه ساندویچ خوشمزه بخوریم، ولی گفتیم این دفعه یه دونه از اینا رو بگیم. البته اینا داخل مثلا سالاد هست، سالاد سزار داخل سالاد میریزن بعد خیلی خوشمزه میشه. بعضی ها مثلا خالی میخورن مثل ما، این وقتی چیپس خورن از چیپس خیلی سالم تره، اصلا خیلی نونه نونه تمدار شده. بیده با دستان یک اکبر بزنم اینجا نونه کالوری ساکی هست، بچه نها کنید کالری 100 تا. بعد ما دو تا تمیشو گرفتیم، من گوجه ایشو گرفتم، ما هم ببینم ارفان چی گرفت، قاچو مستی رو اینا هم چیزایی. بعد الان منتظریم چیزامون برداشتن، این خودش خرید دوباره میشه. ببینید اینقدر سریع حاضر بشه بچه، هم که گفتم که خیلی هستیم اینجا رو میشناسیم دیگه، همینجا همیشه پاتوق همیشگی من و ارفانه.
هم حاضر شد ما زده دیر رو من سفاره شدم مارفان برای اینجا یکی بخریم بشینیم اینجا ارفان ببینیم همینجایی من بودم اینجا آفتاب هم هست بچه ها میخواییم آنباکسینگ بکنیم اول اینا که از این هست من نایدم ولی بعد ببینیم آره اینطوریه خب عشان رو راست داره بگو تعمیش چجوریه خوبه؟ خوبه؟ از طبق قبرستان برم بگیرن اینا ببینیم حالا بگو توی سالات چه هم حالا من خوبه؟ آیا بله روش هم نوشته پیزا مثلا اگه بخوام این تشکیز هم بگیرم دقیقا چه مزده تعمیش درکتر و بالا بهتر اینطوری بهتون بگم من به خودم از خونه آب آوردم. آره من گفتم که چه باشه آب بگیری. آب داخل ساندویچ معروفی که ما می‌گیم عالی نشون بده. داخلش سس مایونز، پنیر قبرسی به همراه سوسیس. بچه‌ها ما امروز نهار ماکارونی درست کردیم. هم ماکارونی که همیشه درست می‌کنیم با اون سس مخصوص. اگه بلاگش ندیدین می‌ذارم ببینید این بالا. این دفعه لازم می‌کنیم توی ماکارونی سیب زمینی بریزیم سیب زمینی مثلا سرخ بکنیم بعد بریزیم لابلاش واقعا خوشمزه شده یعنی حتما این کار رو امتحان کنیم ولی نشسته رو نشسته میشه ولی واقعا خوشمزه است خب الان من شب توی گالری مو نگاه کردم بعد یه سه خیلی باحال دیدم موقعی روز اول که ما بودیم خونه رو گرفته بودیم اجاره کرده بودیم تصمیم گرفته بودیم که ایوون رو بشوریم اون موقع مامانمون هم با همون بودش بعد با هم رفتیم ایوون رو شستیم گفتم این ویدیو هم براتون بذارم خیلی حس خوبی میده ولی قبل از که این ویدیو بذارم با همه ببینیم اول ازتون تشکر بکنم مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه تا ویدیو بعدی میبینیمتون فعلا best even though I'm so stressed out everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out but something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit tell me that I can't and I won't that's what guides me the most fuck your lies I'll do what I by thirst I'm inspired by worth I desire your worst so you can just hide while I work I ain't tired you first I'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did I know it hurts but something deep inside won't let